سلام به خبر شش خوش آمدید. سال 1394 جی خورشیدی. سال 1394 جی خورشیدی در 15 سال اخیر یک سال پرچالش و دشوار برای دولت و مردم افغانستان شناخته شده است. در این سال نبردها افزایش یافته، نظامیان و غیر نظامیان نیز تلفات چشمگیری داشتند. بحران مهاجرت با نابسامانی های اقتصادی و سیاسی از مشکلات اصلی افغانستان در این سال بود. در این سال انتظار می رفت که در برابر فساد کارهای جدی انجام شوند، اما کشور در صدر کشورهای فاسد جهان جا گرفت. در بخش حکومت داری نیز حکومت کابینه اش را تکمیل نتوانست و انوسان برخی از نهادها به ویژه نهادهای امنیتی از سوی سرپرستان اداره می شوند. خبرهای ساعت 6 بیجای سال 1394 جی خورشیدی است که در نخست شریف امیری اوضاع امنیتی این سال را در گزارش به بررسی گرفته است. سقوط شهر کنداز بزرگترین غمنامه این سال شناخته شد. هسته های طالبان پس از 15 روز و با کمک حمله های هوایی نیروهای امریکایی از داخل شهر پاکسازی شدند، هرچند طالبان هنوز هم در اطراف شهر پایگاه های مهم دارند. بر بنیاد پژوهش های تولو نیوز در سال 1394 هجری خورشیدی 9827 رویداد ضد امنیت ثبت شده است. نیروهای دولتی 6679 عملیات را برا انداختند و بیش از 250 حمله هوایی انجام دادند. 2297 مورد تحرک مخالفان مسلح دولت هم در این سال ثبت شده است. اگر ما اقدام های واکنشی باشه در فلان جای والا حمله کرد، بیان ما بریم زدی حمله اجرا کنیم، ای بازش نیست، ای برتری نیست. و حتی جغرافی های جنگ در این سال تغییر کرد. به هراس افغانان امنیت بخش های شمال و شمال شرقی کشور را به شدت تهدید کردند. پیش از سقوط کندز، ولایت فاریاب نیز گواه تحرکات جدی هراس افغانان بود و این همه نگرانی ها پای معاون اول رئیس جمهور را دو بار برای سرکوب هراس افغانان از حومه شهر میمنه به فاریاب کشانید. سقوط ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند و رسیدن هراس افغانان در نزدیکی های شهر لشکرگاه از رویدادهای دیگری بوده است که هلمند را به شدت در این سال تکان داد. از دیدگاه ما و ارجابی را که ما میکنیم، دشمن ضربات خوبندهی را خوردن. بغلان نیز در این سال روزها و شبهای خوش نداشت. حضور گسترده طالبان در دند غوری و دند شهاب الدین به شدت امنیت شهر پلخمری را تهدید میکرد. مدیریت ضعیف بود و دیگه در دولت حتی اصلا به حدی نظم وجود نداشت، به حدی بی دیسپلینی بود که حتی هیچ کس اوامر بلنده را قبول نمیکرد. ظهور داعش در سال 1394 هجری خورشیدی در ولایت های ننگرهار، زابل و فرا خبر بد دیگر بود که در افغانستان به گوش ها رسید و این خبر فراوان ترس ایجاد کرد. در عملیات های سال گذشته توسط نیروهای هوایی و زمینی به تعداد 1580 نفر از گروه داعش کشته شدند. بر بنیاد گزارش های تولو نیوز، هلمند، ننگرهار، فاریاب، کندز و کندهار از ناامن‌ترین ولایت ها در این سال بوده است، در حالی که پنجشیر و بامیان از ولایت های آرام افغانستان بودند. پس از امضای تفاهم‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن در یک سال پس، نیروهای مسلح کشور با جنگ افزارهای سبک و سنگین بسیج شدند. سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که روند تجهیز این نیروها با این تفاهم‌نامه شدت گرفت و کاری که چندین سال را در بر می‌گرفت در یک سال انجام شد. مقام‌های وزارت دفاع ملی تاکید می‌ورزند که انوسم نیروهای دولتی به تجهیزات بیش از این نیاز دارند و باید تا سال‌های دراز کمک شوند. در سال 1394 جی خورشیدی نیروهای هوایی افغانستان هم با جنگنده ها، چرخبال های جنگی و هواپیماهای بدون سرنشین و کشف مجهز شدند. تفاهم‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن و تفاهم‌نامه همکاری های درازمدت ناتو با کابل پشتیبانه های اصلی نظامیان کشور گفته می شوند.
سرعت تجهیزات نظامی برای افغانستان چی در بخش زمینی، چی در هوایی، چی در قسمت تجهیزات زرهی یک چیز قابل ملاحظه بودن و مخصوصا در قسمت ایجاد تأسیسات برای حفظ مراقبت از او. نیروهای هوایی و زمینی تکمیل کننده ی نظامیان هر کشور هستند. نیروهای هوایی با دقت هدفهایشان را نشانه می گیرند و راه را بر همسنگرانشان در پایانی ها باز می کنند. نیروهایی که می توانند در هر جنگ مؤثر تمام شوند. در یک سال پس این نیروهای هوایی کشور و جنگنده ها چرخ بالهای جنگی، هواپیماهای کشف و بدون سرنشین هم دست یافتند. در این ماه اپریل یک گروپ دیگه MD-430 می آید و 8 تیاره A-29 می آید و 8 تیاره بی‌پیلوت در ماه اپریل به افغانستان به قوای هوایی تسلیم داده می شود. یما عزیزی، 4 سال می شود که در نیروهای هوایی است. این نظامی در سالی که گذشت در مهمترین عملیات های هوایی نقش برجسته ای داشته است. این سال که گذشت خیلی از جنگ ها شدید روان بود در افغانستان، خصوصاً سمت جنوب، و تیارای ما خیلی مؤثر بود به نیروهای زمینی. هنوز این نیروها کمبودهای زیادت دارند. تعهد کمک کنندگان افغانستان نیز این هستند که تا پایان سال 2017 میلادی باید تجهیزات نیروهای هوایی کشور بیشتر از آن شوند که دارند. دمنګه هوایی قوا ډیر موثر ده د زمینی قطعات سره که چیرته هوایی قوا نوی زمینی قطعات کامل نه ده. در جنگ هایی که گذشت نیروهای مسلح کشور دست بالای داشتند. از بالا نیروهای هوایی و از پایان همسنگران زمینیشان در برابر جنگجویان هراس افکن کم نیاوردند. یعنی میدان های داغ نبرد را به سود خودشان سرد ساختند. حال آزمون بزرگ بهار و تابستان بر این نیروها شده است. عبدالولی آریان، تلونیوس، فرودگاه نظامی کابل. سال 1394 جی خورشیدی سال بقای افغانستان بود. سخنگویان حکومت در آخرین روز این سال در نشست سال 1394 جی خورشیدی را سال پردست آور و پر چالش می دانند. سال 1394 هجری خورشیدی در حالی به پایان می رسد که بسیاری ها از بدتر شدن اوضاع اقتصادی، سیاسی و امنیتی در افغانستان انتقاد می کنند. اما معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید که این سال برای افغانستان سال بقا بود. هدف دشمن امی بود که دو جغرافیای متفاوت را در داخل افغانستان ایجاد کنه و بتانه از نقطه زور وارد گفتگوهای سال شود. با این همه سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که نیروهای امنیتی امسال در پیکار با هراس افغانی پیروز شدند. بیش از هر زمان دیگر در جبهات جنگ و میادین نبرد قدرتمند ظاهر شدند و از تمامیت ارضی دلیرانه دفاع نمودند. وزارت دفاع ملی می گوید که امسال هراس افغانان در کشور می خواستند تا نقشه افغانستان را تغییر بدهند. د چالوشونو یو ډک کال و ځکه چې دښمن غوښتل چې په افغانستان کې د حکومت لپاره زموږ د دولت لپاره د وسلوال پوځ لپاره د دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره لوی چالوشونه رامنځته کړي. خو د نیکه مرغه تاسو ولیدل چې د دښمن ټول پلانونه په صفر کې ضرب شو. در همین حال وزارت امور داخله در کنار مبارزه با هراس افغانی پایکار جدی در برابر مواد مخدر را یکی از بزرگترین دستاوردهای امسالشان می دانند. اما این دستاوردها تلفات چشمگیری نیروهای دولتی را نیز به همراه داشت. نزدیک به 22,000 تن مواد مخدر توسط پلیس ملی افغانستان کشف شده و از بین رفته. می فهمید که مبارزه با مواد مخدر و قاچاق برای مواد مخدر هم بخش عمده از مسئولیت های پلیس ملی افغانستان است. چالش ها در بخش های امنیتی، اقتصادی و دیگر بخش ها در سال 1394 هجری خورشیدی اثر مستقیمی بر زندگی شهروندان کشور داشته است. اما دیده شود که حکومت برای از میان برداشتن این چالش ها در سال آینده چه راهکارهایی را روی دست خواهند گرفت. از سال 1394 هجری خورشیدی گزارش های ویژه دیگر هم داریم، اما پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید.
با همه خوشبینی های حکومت افغانستان به نتایج گفتگوهای صلح در سال 1394 هجری خورشیدی این تلاش ها به جایی که انتظار می رفت نرسیدند. طالبان به گفتگوهای رو در رو با هیئت حکومت افغانستان حاضر نشدند. با واشنگتن هم به این گروه هشدار داد که اگر به روند صلح نپیوندند با پاسخ نیروهای افغان و خارجی روبرو خواهند شد. در این حال در آخرین روزهای سال هیئت از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با اعضای شورای عالی صلح در کابل دیدار کرد. گمان زده می شد که گفتگوهای صلح در افغانستان در سال 1394 هجری خورشیدی به مرحله سرنوشت سازی برسند. در اوج این تلاش های کابل و واشنگتن برای جلب همکاری اسلام آباد در این راستا، بیجینگ نیز به این مثلث پیوست. چین به عنوان متحد پاکستان در این مسئله شامل شده و نگاهش به قضیه افغانستان نگاه معطوف به پاکستان است. و از این راه گذر مخالفت زیادی در برابر سیاست آمریکا در افغانستان نداره. با همه اینها نشستای چهار جانبه سال به مرحله برگشت که پیشتر گمان زده می شد. طالبان به گفتگوی رو در رو با هیئت حکومت نگفتند. 40 نفر از اعضای کمیته صلح به سطح ولایات، 185 نفر که با پروسه صلح یک جای شده بودند هدف قرار گرفتند و شهید شدند. در این میان در آخرین روزهای سال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی یکی دیگر از گروه‌های مسلح مخالف دولت آمادگیش را برای شرکت در گفتگوهای سال اعلام کرد. اما چرا کابل و متحدانش نتوانستند طالبان را همچون حزب اسلامی به گفتگوهای رو در رو بکشانند؟ لوی تروتن داو چی دکتر صاحب اشرف غنی د کرزی صاحب تګلار مخته یوړله او سوله له پاکستان څخه غواړي یا سوله داسې غواړي چې طالبان دې تسلیم سي. در این سال افزون بر این رویدادها رهبری شورای عالی سال نیز پس از ماها تعیین شد. پیر سید احمد گیلانی به حیث رئیس شورای عالی سال و چهره های چون کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری، حبیبه سرابی والی پیشین بامیان و مولوی عطاالرحمن سلیم هم مشمول معاونان این شورا شدند. تجربه نشان داده که بیشتر فصل های داستان سال در افغانستان پایان خوشی نداشته. تلاش های سال در این کشور بیشتر از این که به پایان یافتن خشونت ها بینجامه از کسانی قربانی گرفته که در این راستا فعالیت داشتند، مثل برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی سال که در حمله فرد کشته شد که خود را پیام آور سال گفته بود. تمیم حمید، تولونیوز. رفتن شهروندان افغانستان به کشورهای اروپایی یکی از جدیترین چالش ها برای حکومت وحدت ملی در سال 1394 هجری خورشیدی بوده است. در این سال بیشتر از 250,000 تن کشور را ترک کردند که بیشترشان جوانان هستند. وزیر مهاجرت نوبت کنندگان میگوید که از میان بیشتر از 3,000 مهاجری که جانهایشان را در آبهای ترکیه و یونان از دست دادند، 12% آنان شهروندان افغانستان هستند. این رقم در 14 سال پسین فرار بی پیشینه افغانان را به کشورهای اروپایی نشان میدهد. 1394 خورشیدی در افغانستان در 14 سال پسین سال بی پیشینه بود. در این سال ضربان های سیاسی، ناامنی ها و بیکاری بی پیشینه دامنگیر شهروندان افغانستان شد و مردم یک بار دیگر فرار از کشور را ترجیح دادند. بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین در سال 1394 خورشیدی بیش از 250,000 تن کشور را ترک کردند که از این میان 300 تن در آبهای یونان جان باختند، 5,000 تن در یونان گیر ماندند و 1,500 پناهجو در آلمان آماده برگشت به کشور هستند. دوستان من و برخی از مردمان دیگر برای من گفتند که به مرکز پناهجویان در یونان نروید، احتمال دارد که آنها شما را دوباره به افغانستان بفرستند، اما زندگی در افغانستان پرخطر است. بیش از 250,000 پناهجو که در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند هنوز سرنوشت آنان روشن نیست. گزارش های نیز وجود دارند که بخش زیاد آنان دوباره به افغانستان برگشتانده خواهند شد. کسایی که اکنون در آلمان یا دیگر کشورهای اروپایی حضور دارند از آمدن خود سخت پشیمان هستند. افغانستان در این سال سرمایه بزرگی پولی و بشریش را از دست داد. اکثریت اینها جوانای هستند که به درد کشور میخوردن، مفید بودن، کارشان در اینجا یعنی فعلا به درد کشور میخوردن، مفیدیت فعلی داشتن و اینا هم کشور را ترک کردن. بنابراین ترک مهاجرین افغانستان را یا هموطنان ما، کشور ما را خساره بسیار بزرگ مادی و معنوی داره
که سالها وقت لازم داره که افغانستان بتونه او خساره را جبران بکنه. در این سال همچنان صدها خانواده دیگر در نتیجه نبرد بیچاره شدند. پس از سقوط شهر کندز به دست مخالفان مسلح و جنگ‌های شدید در ولایت‌های هلمند و بغلان سبب شد که خانواده‌ها به ولایت‌های دیگر بیچاره شوند و برخی آنان هنوز هم به مناطق اصلیشان برنگشتند. برگزاری ششمین نشست همکاری های منطقه ای آریکا و نشست سام از دستاورت های بزرگ حکومت وحدت ملی برای ادامه کمک ها به افغانستان و عمل شدن پروژه بزرگ منطقه ای در سال 1394 جی خورشیدی بودند. گفته می شود که در نتیجه نشست آریکا کشورهای منطقه برای عمل ساختن پروژه های منطقه ای به ویژه پروژه کاسا 1000 به تاپی تلاش‌هایشان را بیشتر ساختند. در این سال ششمین نشست همکاری های منطقه ای در کابل زمینه را برای شدت گرفتن گفتگوها برای عملی شدن پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه ای فراهم ساخت. در سال 1394 هجری خورشیدی ششمین نشست همکاری های منطقه ای در کابل زمینه را برای شدت گرفتن گفتگوها برای عملی شدن پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه ای فراهم ساخت. عملی شدن بدرنگ پروژه تاپی یا ساخت لوله گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند، پروژه های کاسا 1000 و توتاپ که بر بنیاد آن برخی کشورهای آسیای میانه از راه افغانستان به کشورهای آسیای جنوبی خواهند رسید و با کار شدن راه لاجورد که افغانستان و کشورهای جنوب آسیا را از راه افغانستان به اروپا پیوند می‌دهد از پروژه های بحث برانگیز این نشست بودند. برگزاری نشست سام یا مقام های بلند پایه کشورهای کمک کننده برای افغانستان که به نام نشست آزمون حکومت وحدت ملی نیز یاد شده است، یکی از نشست های مهم دیگر در سال 1394 هجری خورشیدی بود. در این نشست حکومت وحدت ملی کارکردهایش را در بیش از 20 بخش برای به دست آوردن حمایت جامعه جهانی و کمک های کشورهای کمک کننده روشن ساخت و توانست اعتماد کشورهای کمک کننده را به دست دارد و این کار تجدید تعهدات جامعه جهانی به افغانستان و نیز سبب دلگرمی سرمایه گذاران به ادامه کار در افغانستان شد. پینزو کلو در پار دنیا جمعه و کرده چه در افغانستان در قوه و پول مصارف معاشات او نور مصارفی بغاره واخلی. البته دا تقریبا حدود د 15 میلیارد ډالر کی دغه لګښت تخمین سوی دی چې دغه سره تقریبا یو 100 میلیون ډالر به مشتخبل من به سوال کو باقی مانده دنیا ورکی مودي چې زموږ اقتصاد تر اوسه پورې په دې اندازه وده نه ده کړې چې دا لګښت مشتخبل غاره واخلو. دا تر ټولو مهمه مرسته ده. یک نشست مهمی بود که با نتایج مثبت به پایان رسید و ما توانستیم اما ارزیابی مثبت دنیا را در قبال حکومت افغانستان به دست بیاریم. از سوی هم در این سال نشست کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد گذشته از گسترش روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و پاکستان زمینه های آغاز گفتگوهای چهارجانبه صلح را فراهم ساخت. بعد از پروسه ریکا توانستیم که یک مکانیزم نظارت و انسجام به خاطر تعقیب از این پروژه ها عملی بسازیم و از 19 کشور فوکل پوینت های دائمی داشته باشیم که اینا بتانند پروژه ها را در کشورهای خود پیگیری کنند و گزارش به افغانستان بدن. این یک دستاورد بسیار خوب بود. حسین در این سال گسترش روابط بازرگانی و ترانزیتی با کشورهای ایران، ترکمنستان، روسیه، چین، قزاقستان و شدت گرفتن کار برای عملی شدن شمار از پروژه های بزرگ اقتصادی در منطقه از جمله پروژه تاپی، توتاپ، کاسا 1000، راه لاجورد و راه بندر چابهار از مواردی بودند که امیدها را برای رهایی افغانستان از وابستگی به یکی دو کشور همسایه به وجود آورد. در این سال افغانستان برای نخستین بار عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کرد و برای رسیدن کالاهای بازرگانی افغانستان از راه زمین به اروپا طرح به کارگیری از راه لاجورد روی دست گرفته شد. گزارش های ویژه دیگر هم از سال 1394 جی خورشیدی داریم. با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. ادامه خبرهاست. طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز.
افغانستان در سال 1394 هجری خورشیدی گواه رویدادهای تکان دهنده نقض حقوق بشر بوده است. کمیته جهانی صلیب سرخ و کمیسیون مستقل حقوق بشر این سال را مرگبارترین و بدترین سال از رهگذر حقوق بشری میدانند. بر بنیاد آمارها در این سال نزدیک به 3000 غیر نظامی در جنگها و رویدادهای هراس افگانانه کشته شدند و نیز در نتیجه خشونتها و دادگاههای صحرایی بیشتر از 180 زن جان باختند. قتل فرخنده، سنگسار شدن رخشانه و گلو بریدن تبسم از رویدادهای تکان دهنده و بی پیشینه در این سال بودند. سال 1394 هجری خورشیدی از رهگذر حقوق بشری بدترین و مرگبارترین سال در کشور بوده است. در این سال کشور گواه رویدادهای تکان دهنده نقض حقوق بشری بوده است. سال 2015 میلادی یکی از مرگبارترین سالها بوده است. حتی مرگبارتر از سال پیش. شمار کشته شدگان و زخمیان به اندازه زیاد بود، به ویژه زنان و کودکان. بر بنیاد آمارها در این سال بیش از 3000 غیر نظامی کشته شدند. 180 زن در خشونت‌های خانوادگی جان باختند که از این میان بیش از 60 تن آنان در دادگاه‌های صحرایی به گونه وحشتناک محاکمه شدند. در این سال ما شاهد تداوم نقض فاحش حقوق بشری در عرصه‌های مختلف بودیم. فرشته زن است که ادعا دارد همسرش را در ولسوالی اندر ولایت غزنی طالبان زندانی کردند. میگوید که همسرش آشپز بود. اکنون این زن با 4 کودکش به پایتخت آمده است و نانی به خوردن و جایی برای زندگی کردن ندارد. درد خودم یک سو، غم اولادم دیگه سو. ایس شوهرم که هیچ سر درکش نیست دیگه سو. های من چی کنم؟ خدا مهربان است. من تمام روز بررسی و بادرنگ جمع میکردم، پست میکردم، این پست های بادرنگ بعضی ها جوش میدادم. تمام روز کالاهای مردم مده چری و یای خود میسوختاندم. قتل فرخنده از سوی ده ها مرد خشمگین در پایتخت و سنگسار رخشانه در غور و گلو بریدن تبسم از رویدادهای تکاندهنده این سال بوده است. ما فکر میکنم در جایی که ناامن بود خب یک دلیل وجود داره که ناامنی ها برای نقض حقوق بشر یک دلیل است، اما در جایی که امن بود کمکاری و بی‌کفایتی مسئولین باعث و فرار از قانون خود مسئولین باعث نقض قانون هستند. سال 1394 هجری خورشیدی بدترین سال از رهگذر حقوق بشری در کشور بوده است. در این سال قتل فرخنده، محکمه های صحرایی، عدم حاکمیت قانون، فرهنگ معافیت از مجازات از بزرگترین چالش ها در برابر مردم بوده است. دیده شود که در سال پیش رو حکومت چه برنامه ای را برای تامین حقوق بشر روی دست خواهد گرفت. شکیلا ابراهیم خیل، طلوع نیوز، کابل. و این هم یک خبر تازه. سه تن که قصد حمله انتحاری را داشتند لحظات پیش در سرای شاهزاده کابل از سوی امنیتی ملی بازداشت شدند. ریاست امنیتی ملی میگوید که این افراد را امرا با یک بازکت انتحاری و یک میل تفنگچه از سرای شاهزاده کابل بازداشت کردند و بررسی ها از نزد آنان جریان دارند. ادامه خبرها لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. سال 1394 هجری خورشیدی یک سال مدالی برای افغانستان بود. در این سال ورزشکاران رشته‌های گوناگون 71 مدال طلا، 63 مدال نقره و 88 مدال برنز را از رقابت‌های آسیایی، منطقه‌ای، جهانی و المپیک جنوب آسیا به دست آوردند. بر بنیاد آمارهای داده شده از سوی ریاست تربیت بدنی و ورزش، 570 تن در 35 رشته ورزشی با نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های بیرون مرزی حضور داشتند. در ماه سمبله امین سال تیم ملی کرکت 19 سالگان افغانستان با جام قهرمانی لیگ برتر کرکت آسیا به کشور برگشت. در ماه جدی تیم ملی فوتبال افغانستان در میان شور و هیجان شمار بزرگ از باشندگان پایتخت با مقام دوم از رقابت‌های قهرمانی جنوب آسیا به کشور برگشت. در ماه هود افغانستان در بازی‌های المپیک جنوب آسیا به 7 مدال طلا، 9 مدال نقره و 19 مدال برنز دست یافت. این مدخبرها تا این ساعت است. با جهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر.